even if you were not a big fan of art, and even if you were not attracted to the art of carpet weaving, you will without a doubt come across some amazing rugs that represent the name of the family of Hakiki when you visit the holy shrine of Imam Rida, peace be upon him, or the carpet museum of Imam Rida's holy shrine. Watching these small windows make many questions come to one's mind, one of which is, where does the family name of Safadar Ziyad Hakiki come from? And how did his family build themselves a reputation and gained such high rank among the artwork representatives in the holy shrine? In addition, how is it possible that they would go through such big trouble and non-stop work for years to give their works without anything in exchange to the holy shrine of the 8th Imam of Shia Muslims, Imam Rida, peace be upon him? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بنده یکی از شاگردان هنر فرش دست بافه از اصفهان هستم به نام فیض الله صفدرزاده حقیقی در خانواده ای که بیش از یک قرن سابقه تولید فرش دست باف داشتم پا به عرصه وجود گذاشتم پدر بنده یکی از پیش کسوتان هنر فرش اصفهان بودن و بنده چون از سن طفولیت هم علاقه‌مند به کار پدر بودم هم به نقاشی دوره دبیرستانم را در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان که به مدیریت استاد عیسی بهاداری بود و بنده افتخارم اینه که در مکتبی که استاد عیسی بهاداری رئیس اون بودم همینطور یکی از بهترین شاگردانشون استاد جواد رستم شیرازی که بنده افتخار شاگردی ایشون را داشتم و در اون هنرستان ما استاد عیسی بهاداری به ما درسی که دادن درس خلاقیت بود چون استاد عیسی بهاداری آثاری را که خلق کردند من به جرأت میتونم بگم از دور صفوی تا کنون در زمینه کار فرش ما کسی را در حد استاد عیسی بهادری در زمینه خلاقیت نداشتیم و ایشون همیشه این دست را به شاگردانشون میدادن که باید خلاق باشد من بعد از فارغ التحصیل شدن از هنرهای زیبا کیسی پیش اومد که در میراث فرهنگی استاد اصفهان مشغول کار شدم با یک هیئت ایتالیایی که اومده بودن برای مرمت نقاشی ها و ابنی تاریخی اصفهان و در اون دوره دوران بسیار خوبی بود که من در ابنی تاریخی هم روی آثار باستانی و نقاشی های ابنی تاریخی مطالعاتی داشتم و همطور طرح‌های اصیلی که در ابنی تاریخی بود اینا برای من بسیار سرنوشت ساز بود بعد از 6 سال و نیم در میراث فرهنگی باز به تقاضای اداره فرهنگ و هنر من وارد هنرستان هنرهای زیبا شدم که در هنرستان هنرهای زیبا کارگاه قالیبافی خیلی مفصلی بود که طرح‌های استاد عیسی بهادری اونجا اجرا می‌شد و استاد اون کارگاه برادر مرحومم استاد غلام علی خان صفدرزاده حقیقی بودن که بنده در خدمت ایشون مشغول کارهای هنری بودیم تولیدهای طرحهای استاد عیسی بهادری همینطور فرش بزرگی در هنرستان هنرهای زیبا بافته شد برای مجلس شورای ملی اون زمان که اون فرش فرش تاریخی بود و الان در موزه فرش ایران البته هست هنوز به معرض نمایش نگذاشته
The truth is that Hajj Saifullah, Safadr, Zahra Hakiki, his father and brothers are among the Isfahani artists who have dedicated all of their life to the art of carpet weaving to make a number of special fitted carpets and devote them to the shrine of the 8th infallible Imam, Al-Imam Rida, peace be upon him. Whoever follows the path of love and passion must know that the sky is the only limit. He will not reach the end of the path unless he has a strong will and determination and possesses characteristics such as humbleness and unconditional surrender. This is the path that Hajj Sfaidullah Khan has chosen to take when he was a child. The path he chose led him to meet with grand masters such as the late master Isa Baduri and end up teaching at the School of Art in the province of Isfahan. He has spent his lifespan working non-stop to renovate the historical sites in the form of silky threads. هفت سالی که در هنرستان زیبا در زمینه کارهای استاد بهادری و کارهای متعددی که اونجا کار کردم به این فکر افتادم که از کار دولتی کناره بگیرم و بیام بیرون از هنرستان و طرحهایی که در نظرم بود شروع کنم به اجرا کردن هم در زمینه ابنی تاریخی و دیدهای زیبایی که از ابنی تاریخی میمد در نظرم اجرا کردم اینطور از قالی های از کمتر از یک متر تا چهل متر در طرح‌های مختلفی سعی کردم کار کنم که هر کاریم اولا کوچکترین ارتباطی به کار دیگران نداشته باشه همینطور هر کاری که کردم همون کارهای خودم هم هر کدوم ربطی به کار دیگرم نداشته باشه ما از سن طفولیت خب کار فحش توی خونمون بوده علاقه فوق‌العاده‌ای که به کار پدر داشتیم و همینطور که عرض کردم بعد از هنرستان هنری زیبا توی ابنه تاریخی من کار می‌کردم همیشه در این فکر بودم که این ابنه تاریخی که در شهر ما هست نتیجه چیه؟ به این نتیجه میرسیدم که اینهایی که این آثار را در شهر ما خلق کردن اولیای خدا بودن واقعا ارتباطی بوده بین اون هنرمندان و خداوند که این آثارشون اینطور ارزنده مایه خیر و برکت برای مملکت ما باقی مونده و من به این نتیجه رسیدم که هر هنرمندی بتونه ارتباطش با خدا و نیت خیرش برای خلق خدا کار بکنه اثرش جاودانه و مایه خیر و برکت باقی میمونه If you ever came across the works of art of Master Fadullah Khan, you must pay attention to the visual features and the exquisiteness of his artworks, for they will without a doubt make you gaze. And when you start at these works, you must think of the fact that these rugs represent more than colors, threads, and designs. Rather, these works of art represent the unconditional love of a servant who seeks the pleasure of his imam. These works represent the unconditional love that an artist possesses, the love which transfers through the wrap and wet of the rugs to create an exquisite piece of art and be later gifted to the shrine of the beloved imams. Peace and blessings be upon them.
These words are created by a man who believes that the art of carpet making is a part of his existence, and he believes that if he his works not meant to decorate the shrine of his beloved Imam, then they are useless with no value. تعدادی از کارام را چه خودم چه برادرانم هدیه کردیم به موزه حضرت رضا با کمال افتخار که آثاری در اون بارگاه با عظمت داشته باشیم برای یادگاری تابلویی از چهل ستون تابلویی از مسجد وکی و یه تابلویی از خود بارگاه حضرت رضا این افتخار پیدا کردم که دادم برادران دیگرم آقای استاد نصرالله سفترزاده حقیقی یکی از کارشون رو تقدیم کردم باز یکی از برادرزاده های من برادر غلام رضای خانی سفترزاده حقیقی آثاری از پدرشون تقدیم کردم و این افتخاری است برای همه خانواده ما Even if you don't have an eye for art to realize the link between love, carpet, and the infallible imams, you will still read or hear about the family of Safadar Zadeh Hakiki, the benefactors who gifted some of their invaluable works to the museum of Imam Riza's holy shrine. The arts of this Isfahani family are displayed for the public in a special place where many pilgrims of Imam Riza's holy shrine can see them. هر کاری را که حس کردم از کارام میتونه مناسب موزه باشه و باعث افتخار من باشه بله البته برادر بزرگ من استاد حاجی عبدالله خان صفدرزاده حقیقی قالی هفت شهر عشق که مخصوصا برای حضرت رضا با طراحی استاد عیسی بهادری استاد فرشیان استاد حفیظی و چند تا از اساتید بزرگ و فرشهای دیگری که مربوط به اماکن متبرکه هست تقدیم کردن خب اون بارگاه هر کس میره اونجا اون عظمت رو میبینه حتما اولا خواسته ای داره از اون بزرگوار و بعد از اونم اگر به خواسته هاش رسید مسلما تصمیم میگیره که هدیه ای ناقابلی تقدیم کنه هم میتونه افتخاری باشه برای بازماندگانه که بعد میگن این آثار ما اینجا هدیه دادیم داشتیم و خودش بالاترین افتخاره که در موزه حضرت رضا هم ما آثاری داشته باشیم. He states that the art of carpet weaving, which runs in the family of Safadar Zadeh Hakiki, has always been merged with spirituality. This is the reason Haj Faidullah Khan Safadar Zadeh has constantly been trying to come up with new designs and get inspired off of the Iranian religious architecture and utilize his knowledge and imagination to immortalize the religious buildings in the form of rugs and protect them against the passage of time and natural disasters. Every single one of his artworks represents a historical site made of millions of colorful threads knitted together. The historical sites of the province of Isfahan in Iran have been embodied in the rugs made by Haj Faidullah Khan Safadar Zadeh, and they have been transferred to the holy city of Mashhad and the shrine of Al Imam Rida, peace be upon him. Only this art form could embody all the ancient buildings of the province of Isfahan and display them at the holy shrine of Imam Rida, peace be upon him.
احساس غرور میکنه آدم که این افتخار نصیبمون شده که ما هم در چنین بارگاهی آثاری داشته باشیم. خودش خیلی به نظر من غرور آفرینه برای هر کسی که بتونه اثری که جاودانه بمونه در یک چنین بارگاهی با عظمتی. کاری که ما تقدیم کردیم میتونم به جرات بگم بیش از یک سال، دو سال، سه سال کار برده و هیچی جز عشق و علاقه هم به کارمون هم به حضرت رضا چیز دیگه نبوده که با عشق و البته در باطنم حتما نیاتی داشتیم برای آخر عاقبت به خیر شدنمون انشالله، همطور برای فرزندانمون که انشاءالله دعا کنم فرزندان ما هم همطور که ما باعث آبروی پدرمون شدیم و خانوادمون فرزندان ما هم در آتیه انشاءالله هم به درد بخور جامعه بشن هم خدا ازشون راضی باشه. حج فید الله کن is like a person who has passed and swerved every bump in the road, and now he is close to the ultimate destination. Moreover, he is satisfied and happy that his rugs are displayed at the holy shrine of Imam Ali bin Musa Rida alayhi salam. Now he can rest assured, for his rugs have been immortalized. هر کس نیت خیری داشته باشه با خدا ارتباط داشته باشه و همیشه به فکر مادیات نباشه و این از هنری که داره برای خلق خدا فکر کنه که هم مفید به خلق خدا باشه هم خدا ازش راضی باشه، این میتونه آدم موفقی باشه. چیزی که من همیشه برای فرزندانم آرزو کردم، گفتم خدایا من دلم میخواد فرزندان من مفید به حال به خلق خدا باشن و خدا ازشون راضی باشه. چیزی که از خدا هیچ وقت نگفتم ثروتمند فلان بشن، خدای تو ازشون راضی باشی و به درد بخور خلق خدا هم باشه، این آرزوی من. سلام على السيد المرتضى علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى كأفضل
امیدواریم که این آثار ما جاودانه بمونه باعث آمرزش و نام نیکمون باقی بمونه و اون بزرگوارانی که ما ازشون درخواست داشتیم حاجاتمون رو روا کنند انشاءالله. O Imam Rida, although you were named the estranged, but you live in the hearts of the people of this country, and you will always be their master. We will always be in grief, as are those flying over your shrine, and moan with the angels surrounding your shrine, and declare with the rest of the pilgrims that our wishes will be granted, and we will never return empty-handed.